اولین منشور سر به تعظیمش سراسر آبل و آشور، سینه از پارت را تا قلب یونان چاک کرد، خشت بخت و نصر را ساییده و برخاک کرد. باز اصناف همان خونی از آن ریشه آزدار نام پاک پاک تا همیشه. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. صدا و تصویر ما رو به طور زنده از تلویزیون جهانی ایران آریایی در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز سه شنبه اول شهریور 23 آگست 2011 میلادی، ساعت 8 صبح به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا، 11 صبح به وقت شرق، 4 بعد از ظهر به وقت لندن، 5 به وقت اروپا، 1 شب به وقت استرالیا، 7:30 شب به وقت ایران عزیزمونه. با امید به اینکه تنی سالم داشته باشید، یکی دیگر از سری داستان‌های زندگی رو در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم هستم. سپاسگزاری می‌کنم از همه شما باورمندان به تمدن ایران شهری که برای پسگیری کشور درون مرز و برون مرز 33 ساله که دارید زحمت میکشید. همچنین سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که در طول تمام این سالها در کنار من بودن، با من بودن، همراه بودن، حمایتهای مالی و معنوی رسوندن و سعی کوشش و تلاش کردن که من بتونم صدای اونها باشم. هر آنچه که از دستم برآمده تا به امروز انجام دادم برای آگاه کردن جامعه ایرانی، که اعتقاد به این مسئله دارم اگر جامعه آگاه بشه، خودش با دست خودش آغازگر براندازی و رفرم آینده در مملکت میشه، که در رابطه با اون امروز مفصلا صحبت میکنیم. از همه کسانی که تا به امروز به رسانه ایران آریایی یاری رسوندن بسیار سپاسگزارم و امید دارم، آرزو میکنم که حمایتهای مالی و همچنین معنویتون رو قطع نفرمایید و ادامه بدید، بیشتر بکنید تا ما بتونیم با دستی بازتر، نه فقط حتی در یوتلسات، بلکه بتونیم روی هاتبرد هم به سمت ایران پخش بشیم که در برگیرنده بسیاری از هموطنان عزیزمون هست. هنوز بسیاری هستن که ما رو پیدا نکردن درون کشور و همچنین در اروپا، ولی خب در خارج از کشور بسیاری میدونن دیگه، آشنایی پیدا کردن. ماها گذشته و ما روی همین فریکونسی همینجا قرار گرفتیم و داریم با شما صحبت میکنیم. اما خواهش و تلاش من این هست که شما بعد از اینکه به این چنین گویش و کنش و منشی نگاه کردید، سهم خودتون رو بپردازید در برقراری ماندن این رسانه که نقش مهمی برای آینده ایران میتونه داشته باشه. و به نظر من از سهم خودم صحبت میکنم، سخنگوی هیچ کسی دیگه نیستم، پاسخگو و اعمال کسان دیگه هم نیستم، فقط در رابطه با خودم صحبت میکنم. این پروانه رو دارم، همیشه خدمتتون عرض کردم، شما هم همیشه در رابطه با خودتون صحبت بکنید، رأی خودتون رو بدید. هر ایرانی یک رأی داره، یک نظر داره که اون نظر خودش رو باید بیان بکنه. در فردای آزادی ایران ما رفراندومی رو میخوایم که هر ایرانی یک رأی داره بره پای صندوق‌های رأی با دست خودش در طول تمام این سالها که بغض خفه شده است در گلوی هر ایرانی، به خصوص نسل سوخته، نسلی که به هیچ عنوان در این توطئه جهانی نقشی نداشت و حتی یک رأی هم به حکومت اسلامی نداد، بتونه رأی خودش رو با دست خودش با داشتن تجربه و آگاهی امروزی و ارتباطاتی که میان جامعه دیروز و امروز و برون مرز و درون مرز هست، بتونیم به خواسته هامون دست پیدا بکنیم. ما به دنبال انتخابات آزاد نیستیم. انتخابات آزاد بعد از رفراندوم میاد. انتخابات به معنی انتخاب نمایندگانه. به نظر من اول میبایست رفراندومی برای تعیین نوع نظام آینده انجام بشه، نه اون چیزی که بهتون نشون دادم بر پایه اسناد. روزنامه ها رو براتون ورق زدم و خوندم، گفتن آقا یا پادشاهی یا جمهوری دموکراتیک اسلامی، که ما هم متوجه شدیم چه جمهوری دموکراتیک اسلامی باشه، چه جمهوری اسلامی باشه، چه دموکراتیک اسلامی باشه، چه اسلام دموکراتیک باشه، چه شمال و جنوبش دموکراسی آزادی برابری ولی دموکراسی دینی باشه، همه اینها به ضرر مردم خواهد بود،
چیزی به غیر از عوام فریبی درش وجود نداشته. باورشماری به روی تک تک این اسناد و نشون دادن در طول تمام این سالها، کسانی که راه من رو دنبال کردن فکر میکنم به یک آگاهی هایی دست پیدا کردن. من سهم خودم رو در تاریخ بازی کردم و سعی و کوشش و تلاشم این بوده که تمام آگاهی هایی رو که روش مطالعه کردم به درون جامعه انتقال بدم. اگر ایرانیان آگاه تر بشند، من مطمئن هستم که به خیابون ها خواهند اومد و از باورهای مذهبی عبور خواهند کرد، همچنین باورهای ایدئولوژی در بخش سیاسی و کشورشون رو پس میگیرن. ما کشوری داریم که به دست اسلامیستا و همراهی و همگامی جهانیان اشغال شد در 22 بهمن 57 و مردم واقعا متوجه نشدن. شعارهایی رو که دادن گفتن استقلال آزادی، در صورتی که ما استقلال داشتیم، تمامیت ارضی ما رو هیچ کس یه وجب هم نمیتونست بهش نگاه بکنه. استقلال اقتصادی داشتیم، پروژه های عمرانی کوتاه مدت و دراز مدت داشتیم. آنچه که نداشتیم در چند قسمت بود. یکیش سواد جامعه ایرانی بود نسبت به آنچه که داشتن و اون روز داشتن و گذشتهشون که نداشتن و اون چیزهایی که اون زمان نداشتن و باید میداشتن. شاید یک مقداری سخت باشه براتون این قسمت روی که توضیح دادم. 1300، در سال 1300 اگر برگردیم، جامعه ایرانی بی سواد بوده کاملا، بیش از 99%. سال 57 ما 57 شماره به سمت جلو اومدیم از 100 سال و جامعه ایرانی از 1% داشتن سواد و آگاهی رسید به چیزی نزدیک به 60%. ولی کامل نبود، تکمیل نبود، بسنده نبود. از همین رو جامعه‌ای که هنوز اسم خودش رو نمیتونست بنویسه اومد به خیابون‌ها، بهش پول دادن که آقا شعار بده، مرگ بر شاه و درود بر خمینی، سلام بر مصدق، زندگی شیرین میشه، نفت میاد دم خونت، اصلا چک راه به راه بهت میدن، اتوبوس مجانی، همه چی مجانی. ملتی هم که سواد آگاهی نداشته باشه میتونه خنجر در قلب خودش فرو بکنه. ما در اون زمان تنها چیزی رو که نداشتیم آزادی های سیاسی بود، اون هم به خاطر دلایل بسیار که میتوان در رابطه با اون دلایل به بحث و فصل بر انجامید پرداخت، که این بحث ها فکر میکنم در طول این 33 سال انجام شده. ولی ما کشوری داشتیم که متعلق بود به جامعه ایرانی، امنیت، ثبات، ثبات اقتصادی، ثبات اجتماعی، فرهنگی، در بعد مسائل بین المللی، سیاسی بسیار بسیار سربلند، که حتی رئیس جمهورهای متفاوت آمریکا و یا سایر کشورهای اروپایی نقش ایران رو به عنوان یکی از سرزمین‌های برجسته و نقش اول مدیریتش رو به عنوان شخصیتی که میتونه صاحب نظر باشه در رابطه با مسائل اقتصادی جهان و سیاست جهان میپذیرفتن و با اون مشورت میکردن. امروز کجا قرار گرفتیم؟ امروز نه فقط در سر بر سر حکومت اسلامی میکوبن، تو سرش میزنن، پس گردنی در گوشش میزنن، پشت سرش میزنن و میگن سرتو بنداز پایین، اون چیزی که بهت میگیم بگو بله. از طرف چه کسانی؟ از طرف کمونیستا. کمونیستا میزنن تو سر این اسلامیستا درون کشور، میگن خفه شید، فقط نفتتون رو بدید، جنسای آشغالمون رو میخوام بریزیم تو کشورتون، سرتون رو بالا بیارید، خودتون میدونید. به قول معروف خودشون میگن حسابتون با کرام الکاتبینه. حکومت اسلامی هم از جهانیان و از این کمونیستا داره تو سری میخوره، ولی عقده‌ش رو میاد سر مردم خالی میکنه و مردم رو بلایی بر سر مردم آورده که در وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین‌المللی، تاریخی، هویتی و حتی تمامیت ارضی قرار گرفته. ما همه چیز رو داریم از دست میدیم. به این دلایل هستش که حکومت اسلامی که دربان نگهبان تمام کشورهایی است در آمریکا و کانادا و اروپا و به طور کلی جهان، که آقا نفت رو به هر قیمت، گاز رو به هر قیمت بده، ولی اینها تاییدش بکنن که بمونه، بر سر مردمش این چنین فشارهایی رو میاره. دیروز در بخش مفصلتری در رابطه با آزادی، دموکراسی با شما صحبت کردم. دموکراسی رو براتون شکافتم که به معنای چیست.
کلاهبردارانی اومدن و در طول این تاریخ گفتن آقا دموکراسی دینی، که اصلا ما همچی چیزی نداریم. ما بسیاری از این واژه ها رو نداشتیم، بسیاری رو حتی این چنین معانی رو که روش گذاشتن نداشتیم. معنی دکتر و یا پروفسور دیگه اعتبار و ارزشش رو در جامعه ایرانی از دست داده، وقتی که این همه تقلب در رابطه با اشخاصی میشه که باور داشته باشید فرق هو و په تشخیص نمیدن، اما نام دکتر، مهندس، پروفسور، مدیر دانشگاه و غیره روشون گذاشتن. حتی در بسیار از اوقات افرادی که جنایت انجام دادن مدال ها و مقام های جهانی رو بهشون دادن تا اینها رو ارزشمند بنامند و بگن ایرانیان الگوشون، بزرگترینشون این افراد هستن. در صورتی که به مقدار زیادی ما کلاهبرداری های کوچیک و بزرگ در سطح جهان سرمون شده، تقریبا اگه بشموریدش فکر میکنم متوجه میشید من چی دارم میگم. کنار هم بگذارید تصویری به شما خواهد داد. اما قبل از اینکه امروز برم و تاریخ رو ورق بزنیم و به امروز بپردازیم و وضعیت امروز که نتیجه از درس‌های تاریخی بگیریم، چه کلاهی سر جامعه ایرانی گذاشتن در رابطه با مجلس، در رابطه با قانون اساسی، چگونه خمینی صحبت می‌کرد، امروز کجا قرار گرفتیم، حامیان خمینی و خمینیسم، کسانی که توسط صدای آمریکا و بی بی سی و رادیو فردا در بخش دولتی که وابسته سازمان‌های امنیتی کشورهای متفاوت هستند، انتقال بخش اپوزیسیون دروغین رو در دست گرفتن و تا به امروز انجام دادن که بتونن اپوزیسیون دروغین درون مرز و برون مرز درست بکنن و بگن جامعه ایرانی استحقاقش بیشتر از سید حسین و سید حسن و سید فلان نیست، در صورتی که متخصصینی درون کشور هستن که میبایست جایگزین بشن بعد از انتقال قدرت از حکومت و نظام جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک بر پایه حقوق انسانی، حقوق بشر، برابری میان زن و مرد در قانون اساسی و در نهایت قانون اساسی حاکمیت باشه، حاکم بر کشور باشه و بقیه افراد اون جامعه به هر پست و سمتی به عنوان نماینده که میرسن برای اون قانون اساسی که در خدمت مردم هست کار بکنن. کسی نباشه که دیگه بگه اگر به من رأی بدید من آزادی بهتون بیشتر میدم. وای به ملتی که یک شخص بخواد بلند بشه و بیاد خودش رو به عنوان نماینده در اون کشور اعلام بکنه، بگه آقا اگه به من رأی بدید من آزادی میدم. این خودش به معنای این هست که آقا آزادی وجود نداره. چرا وجود نداره رو دلایل بسنده دارم که در رابطه با اون با شما صحبت خواهم کرد. اما قبل از اینکه برم و بحث امروز رو باز بکنم، نگاهی میکنیم به وضعیت لیبی، قذافی، که فیلم هایم از CNN براتون تهیه کردم و براتون میخونم که چه وضعیتی در لیبی هست. اون کسانی که این مسائل رو دنبال میکنن میدونن که لیبی یکی از کشورهای نفتخیز هست و از سالهای پیش همیشه تونسته با پول نفتی که در میاره حتی سیاست کشورهای دیگری رو هم خراب بکنه، بحران زایی بکنه در منطقه و وضع کشورهایی رو که مردمش میرن به سمت دموکراسی با حمایت از تروریست خراب بکنه، که در نهایت از این دست داده از اون دست داره میگیره. و وضعیت رو با پخش این فیلم و گزارش بهتون نشون خواهم داد. از روزبه گرامی میخوام که فیلم رو پخش بکنه ولی صدای من رو باز بگذاره که میخوام برای هموطنانم بخونم که در لیبی وضعیت چگونه است و بعد فیلم خالی اون هم، یعنی با صدا رو هم براتون پخش میکنم برای کسانی که آشنایی به زبان انگلیسی دارند. مردم لیبی برای پایان حکومت قذافی لحظه شماری می کنند. گزارش CNN یک شهروند ترابلوسی می گوید درگیری ها در پایتخت لیبی همچنان ادامه دارد و مردم برای پایان حکومت دیکتاتور لحظه شماری می کنند. این شهروند لیبیایی مقیم ترابلوس می گوید ما وحشت زده هستیم، زیرا می دانیم که معمر قذافی، رهبر لیبی و خانوادهش و افرادی که با او هستند برای ایشان هیچ چیز مهم نیست. آنها افکار شیطانی در سر دارند. آنها حتی انسان نیستند. بنابراین هرگز نمیتوان پیش بینی کرد که آنها چه کار خواهند کرد. اما مردم لیبی در نهایت پیروز خواهند شد. وی افزود مردم لیبی از آزادی خودشان دفاع میکنند. آنها این موضوع را انتخاب نکردند، این وضع را انتخاب نکردند، این شخص را انتخاب نکردند. آنها انتخاب نکردند که در کشورشان جنگ باشد. معمر قذافی و ارتش او این جنگ را به مردم لیبی تحمیل کرده است.
او فردی است که ما را مجبور به چنین جنگی کرده است تا آزادی من را از او پس بگیریم. ما مبارزه می کنیم تا از کمترین حقوقمان به عنوان انسان بهره‌مند شویم. در 42 سال گذشته قذافی همانند برده با ما رفتار کرده. این شهروند لیبیایی در ادامه گفت: من 23 سال دارم و در طول همه سالهای زندگیم قذافی بر لیبی حاکم بوده، اما احساس می کنم بسیار به آزادی نزدیک شدم. من از خداوند به خاطر همه دقایق و لحظات که بدون حکومت قذافی و پسرانش زنده باشم سپاسگزار خواهم بود. وی افزود: من منتظر لحظه آخر هستم که اعلام شود دوران حکومت قذافی به پایان رسیده است و مبارزان توانستند او را دستگیر کنند. امیدوارم دیگر صحبتی از قذافی نباشد، حتی اگر پس از شنیدن این خبر جان خود را از دست بدهم. باز هم مهم نیست، زیرا به امید لحظه‌ای زنده بودم که دیگر قذافی نباشد. بهترین اتفاقی که میتونه برای من رخ بده این است که زندگیم بدون قذافی باشه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در درگیری‌های بسیار شدیدی همکنون میان انقلابیون و نیروهای وفادار به قذافی در اطراف محل اقامت دیکتاتور لیبی در منطقه بابل عزیز و ترابلوس در جریانه. در این درگیری ها دو طرف از راکت و سلاح‌های نیمه سنگین استفاده می‌کنند، یعنی هر دو نیرو. شواهد نشان میده که قذافی از ترابلوس خارج نشده و همچنان در محل اقامتش در بابل عزیزی است. در حملات هوایی ناتو به ترابلوس در هفته‌های گذشته تقریبا همه ساختمان‌ها در منطقه بابل عزیزی تخریب شده، اما ظاهرا قذافی در این محل چند مخفیگاه زیرزمینی و مستحکم داره. احتمال بمباران سنگین مقر قذافی توسط ناتو میتونه شکل بگیره. خبرگزاری فرانس 24 در گزارش خودش اعلام کرد که با ظاهر شدن سیف الاسلام قذافی، پسر قذافی، در ترابلوس، احتمال بمباران سنگین مقر قذافی در این شهر توسط ناتو افزایش یافته. سیف الاسلام قذافی که پیشتر خبر دستگیری او منتشر شده بود، دوشنبه شب در هتل محل اقامت خبرنگاران خارجی در ترابلوس ظاهر شد و از طرفداران رژیم لیبی خواست به مقاومت در برابر مخالفان پدرش که آنها را اشغالگران خارجی و موشهای داخلی نامیده ادامه دهد. بنا به گزارش فرانس پرس، سیف الاسلام شامگاه دوشنبه با سه خبرنگار از جمله خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در مجتمع مسکونی محل اقامت پدر و دیگر اعضای خانوادهش دیدار کرد و در میان گروهی از طرفدارانش به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. وی گفت: من اکنون در شهر ترابلوس در حال گشت‌زنی هستم و می‌بینم که شهر کاملا آرام است و به همه جهانیان اطمینان می‌دهم که اوضاع در لیبی بسیار عالی است. سیف الاسلام قذافی درباره اقدام دادگاه بین‌المللی لاهه در رابطه با صدور حکم بازداشت او نیز این دادگاه را با کلمه‌ای تحقیرآمیز به تمسخر گرفت. خبر ظاهر شدن پسر پرنفوذ دیکتاتور لیبی در ترابلوس در شرایطی انتشار یافت که گزارش‌ها حاکی است پیشروی مخالفان رژیم قذافی به سمت منطقه بابل عزیزیه که محل اقامت قذافی است با مقاومت سرسختانه طرفداران او متوقف شده. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیون فرانس 24 خواستار تسلیم شدن طرفداران قذافی شد و گفت: به افرادی که همچنان مقاومت میکنن توصیه میکنیم سلاحهای خود رو به زمین بگذارن. برخی ناظران میگویند با ظاهر شدن سیف الاسلام قذافی احتمال بمباران سنگین مقر دیکتاتور لیبی در ترابلوس توسط جنگنده های ناتو افزایش پیدا بکنه. و خبرگزاری فرانسه هم خبری رو منتشر کرد در رابطه با خبر فوری رو از دمشق، گزارش داد که سفیر آمریکا در سوریه امروز به منطقه‌ای در جنوب این کشور سفر کرد که روز جمعه گذشته صحنه اعتراضات ضد حکومتی و کشته شدن دست کم 15 تن از معترضان سوری بود. یک سخنگوی سفارت آمریکا در دمشق که نخواست نامش هم فاش بشه به خبرگزاری فرانسه گفت:
رابرت فورد سفیر آمریکا در روز سه‌شنبه برای بازدید از محلی در 65 کیلومتری جنوب دمشق که روزهای اخیر صحنه اعتراضات مردمی بوده است به این منطقه سفر کرده است. خب اگر میشه روزبه جان تصاویر رو به همراه صدا به هموطنانم نشون بده که در بخش انگلیسی هم ما این رو داشته باشیم، هموطنانم بتونن گزارش های سی ان ان رو مشاهده بکنن از وضعیت نابسامان این منطقه که در نهایت دیر و زود داره و سوخت و سوز نداره. چه ساعتی، چه دقیقه‌ای، کدوم روز از این هفته یا هفته آینده قذافی رو مثل صدام حسین از زیر زمین، از زیر این چاه ها، همشون این چاه، اینا همشون چاهی هن، در یکی از این چاه ها پیداش میکنن و میارنش بیرون، یا اینکه واقعا جنازش رو پیدا میکنن معلوم نیست، ولی مطمئن باشید که اتفاق خواهد افتاد. After weeks of intense fighting, the coastal city of Zawiya, opposition forces on Saturday finally gained control of the city. Their next target, Tripoli, only 30 miles away. On Sunday, the advance began, and even the rebels were surprised at how easily they were able to infiltrate the city. The road, the coastal road from Zawiya, was completely clear. We were able to get here in no time flat. We are just seeing the outskirts of the town, but you can see there are checkpoints. You can see people are screaming, God is great. You can hear the shooting in the air, and we are getting very, very close now to the city center. By dusk, the first reports of fighting within Tripoli. Western journalists are held by the government inside the Tripoli Hotel. In the past few seconds, really, or past few minutes, we've learned that the security that has been so prevalent around this hotel has all of a sudden decided to leave. Essentially, the government minders who were armed with Kalashnikov assault rifles and things like that have departed the hotel now. And it's pretty empty in the lobby apart from a few security staff, or rather a few hotel staff. Apart from that, it's completely empty, which makes it a very kind of uncertain time. Because obviously, while we don't know the exact reason why the miners have left with their weapons, the assumption is it's because the rebels are very close by. Late Sunday, Gaddafi made an audio appeal on state television for residents to defend the capital. How can you allow Tripoli to be destroyed, burnt? Libyan government spokesman Musa Ibrahim told reporters that Tripoli was, quote, being turned into a hellfire. By 1:15 a.m. Monday morning, the rebels marched into Green Square, a site famous for pro-Gaddafi rallies. Right now what's happening is everyone starts crying. We are here in the middle of Tripoli. What we're seeing is rebels all over the square. There are really no civilians, mostly men with guns in the square, but we're also seeing people running. There's a lot of gunfire. They say they are snipers. We all had to pull back. The situation very tense here. There are scenes of celebration inside the city as world leaders, including President Barack Obama, called on Gaddafi to surrender. But as dawn broke, celebratory gunfire turned hostile as government forces fought back. This BBC reporter came under fire while riding into the center of the city with a convoy of opposition fighters. Rebels gained another victory by announcing the arrest of Hala Mizrati, a news anchor for Libyan state television who, over the weekend, brandished a gun during her broadcast, declaring she would become a martyr for the regime. After her arrest, the opposition forces say they gained control of the state-run network, a mouthpiece of propaganda for Gaddafi, and turned the broadcast off. Although fierce fighting continues in parts of Tripoli, the opposition says they are certain of victory and have begun making plans to govern the nation. The one task, however, that could finally end this war once and for all still eludes them, however, the capture of Muammar Gaddafi. His whereabouts are unknown. He says they'll be defeated. Earlier, I spoke by phone with a 23-year-old Libyan woman. We're going to call her Nora to protect her identity. It's not her real name. Now, she lives in Tripoli with her parents and her siblings. She says that Gaddafi has deprived the Libyan people of basic human rights and that she's both happy and scared that it looks like the Gaddafi regime is close to being toppled, scared of what his supporters still might be capable of doing. Here's part of what we talked about. How are you feeling? How when you hear the gunfire, when you see what is happening now, how do you feel? I'm frightened because we know that Gaddafi and his armies, they kind of people, they do not
care about anyone, and they're kind of they think in a devil way. They are not even a human beings. You can never expect what they will do. They're actually their reactions, they are unexpected. So we don't know. They may do anything. I actually now, before maybe 1 hour, 2 hours and a half, they were firing rocks, though I'm 100% sure that we win in the end of that, because we are trying to, because we are defending on our freedom, and we didn't choose this situation. We didn't choose to have this war in our country. Actually, it was forced by Gaddafi and his armies. He is the one who forced us to fight, to take our freedom from him. Now we are fighting to take our simplest needs as people, as human beings. We were treated by him among these 42 years as slaves. What does it feel like, your entire life you have lived under Gaddafi? What does it feel like to be on the brink of change, to be on the brink of something new? You know, now I'm 23 years old, and as you say, I lived all my house under the control of him. My feeling now, I'm very, very close from my freedom. So I will just, in the moment that I will take it, I will live every moment of my life, and I will thank Allah for every moment I will live it without him, without his control and his son's control as well. So I'm waiting for this minute. I'm waiting for the time we will hear that Gaddafi is over. The repeals, they captured him and he's over. No Gaddafi. مقر نظامی که در مجتمع باب العزیزیه در پایتخت لیبی قرار داره، از بامداد روز سه‌شنبه صحنه درگیری‌های شدید میان مخالفان با هواداران وی بوده و صدای شدید انفجارها در مناطق مختلف در این شهر 2 میلیون نفری ترابلوس شنیده میشه. این مقر که در جریان حملات هوایی ناتو به شدت آسیب دیده، یکی از مراکز اصلی مقاومت نیروهای دولتی به شمار میاد که روز دوشنبه نیز چندین تانک با خروج از این مجمع اقدام به آتشباری به سوی شورشیانی کردند که قصد ورود به این شهر رو داشتند. گزارش خبرگزاری اشویتد پرس هاکیس که حضور ناگهانی سیف الاسلام قذافی پسر رهبر لیبی در خیابانهای این شهر که دوشنبه شب صورت گرفت، نیروی تازه‌ای به هواداران اونها داده. خبرنگاران مستقر در هتل ریکسوس در نزدیکی باب العزیزیه گفتند که ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه هتل دچار تکانهای شدیدی شده و به دنبال اون صدای آتشباری سلاح‌های سنگین و خمپاره به گوش میرسه. همزمان هواپیماهای ناتو بر فراز شهر ترابلوس بر پرواز در اومدن. گزارش شده که آب و برق در هتل محل اقامت خبرنگاران از 3 روز پیش قطع شده و تنها در روز سه‌شنبه به مدت 1 ساعت وصل شده. تلویزیون الجزیره نیز گزارش داده که در محل المنصوریه نیز در میان شورشیان و هواداران معمر قذافی درگیری‌های شدیدی هم در جریانه. مخالفان مسلح روز یکشنبه وارد شهر ترابلوس شدند و بدون کمترین مقاومتی بخش‌های زیادی از پایتخت رو به تصرف خودشون درآوردن. در حال حاضر درگیری‌ها برای کنترل کامل ترابلوس و در هم شکستن مقاومت نیروهای هوادار معمر قذافی در این شهر در جریانه. خبرگزاری الجزیره در ترابلوس میگه که نبرد هنوز به پایان نرسیده و شهر در لبه تیغ قرار گرفته. تصاویر تلویزیونی نشون میده که از نقاط مختلف شهر دود به آسمان میره و صدای تیراندازی به گوش میرسه. گزارش ها میافزایند که تک تیراندازهای وابسته به نیروهای قذافی در نقاط مختلف شهر حضور دارند و مخالفان را مورد هدف قرار میدن. برخی از گزارش ها نیز حاکی از اونه که برخی از گشت های شورشیان هدف کمین هواداران قذافی قرار گرفتن. در همین حال احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه که
به شرق لیبی رفته در دیدار با مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی از رهبری وی حمایت کرده. وی در یک کنفرانس خبری گفته که ناتو به عملیات نظامی خودش در لیبی تا زمان استقرار کامل امنیت در این کشور ادامه میده. وزیر امور خارجه ترکیه هم با تاکید بر لزوم وحدت و یکپارچگی سیاسی و سرزمین لیبی خواستار آزادسازی دارایی‌های توقیف شده این کشور و ارسال اون برای شورای انتقالی تا پیش از پایان ماه رمضان بوده. وی اعلام کرده که ترکیه 300 میلیون دلار کمک در اختیار شورای انتقالی لیبی میگذاره که 100 میلیون دلار اون بلاعوضه، یعنی مقدار بقیهش رو 200 میلیون دلار بعدش رو خب باید بعد از این پیروزی پس بگیره. خب خبرها بسیار زیاده، ولی فکر میکنم در همینجا کافی باشه برای شما هموطنان تا شما رو در جریان این وضعیت قرار دادم. روز به جام میتونیم بیاین تو. خب اینم از وضعیت یک دیکتاتور بزرگ در جهان در لیبی که دارای میلیاردها میلیارد دلار پول هست و دقیقاً همون متأ شکلش فرق میکنه، محتواش همونه در جمهوری اسلامی، در سوریه، در لیبی و سرنوشتی نظیر این چنین در انتظار بسیاری در اون منطقه خواهد بود که به نظر من نفر بعدی، خب قاعدتاً قذافی سقوط خواهد کرد، شک نداره، یک مقداری مقاومت بیشتر، کشته‌های بیشتر و بعد از اون نوبت سوریه است، چرا که جهان براش پذیرفتنی نیست دیگه. این جنازه هایی رو که هر روز دارن از خیابان‌ها جمع می‌کنن، در بسیاری از اوقات می‌سوزونن اونها رو، تکه و پاره می‌کنن تا نابودشون بکنن و اثری از آثارشون نباشه. خب با دسترسی به این خبرها و دیدن تصاویر شاید در ایران برای شما پخش نشده باشه، اما جنایت دیگه نمی‌دونم شاخ و دم نداره. شما باید بدونید که در سوریه چه می‌گذره. دل تو دل حکومت اسلامی نیست. اگر سوریه رو از دست بده، یکی از بزرگترین پایگاه‌های خودش رو در خاورمیانه از دست داده و در نهایت پایگاهی به سنی‌ها، سنی مذهبا و طرفداران عربستان سعودی اضافه کرده. مطمئناً عربستان سعودی بعد از سرنگونی بشار اسد در این منطقه در سوریه حضور پیدا خواهد کرد به همراه بسیاری از کشورهای عربی تا دیگه پروانه ندن به حکومت اسلامی تا بخواد این منطقه رو در اختیار خودش قرار بده یا بتونه توسط میلیاردها دلار سرمایه گذاری دل بسیاری رو در اونجا به دست بیاره و در نهایت در یک تنگنا قرار میگیره حکومت اسلامی. این شرایط بسیار تاریخیه برای مردم ایران تا در جریان قرار بگیرن. همه کشورهایی که به پا خواستن تا به امروز هزینه پرداخت کردند. حال آیندهشون چه اتفاقی براشون خواهد افتاد به دست خود اون مردم هست، اما از شر این حکومت‌ها یک به یک دارن خلاص میشن. پایه‌گذاریش رو اگر دانش و آگاهی داشته باشن بر مبنای آزادی و دموکراسی میتونن قرار بدن. جامعه ایرانی باید بدونه که هیچ کشوری در جهان نخواهد بود که بیاد و دست جامعه ایرانی رو بگیره مگر اینکه جامعه ایرانی خودش به پا بخیزه، در خیابان‌ها اعمالی رو انجام بده که مردم سوریه در طی تمام این ماها انجام دادن، لیبی انجام داد، مرس انجام داد و سایر کشورها. اگر میخواهید به آزادی دست پیدا بکنید، هزینه‌ای داره که باید جامعه ایرانی بپردازه. به حرف کسی هم گوش ندید که میگن آقا نیاین بیرون، اگه بیاین بیرون کشته میشین. خب چیکار کنن؟ این جامعه هر روز داره 40-50 نفر اعدامی میده، صدها نفر در روز به زندان میرن. خب نباید این جامعه فکر کنه آخه تا کی نشستن و نظارگر بودن و اینکه بنشینیم خب حالا ببینیم بعدن چی میشه، پروژه های چند ساله داریم و چند ماهه داریم و چند روز، اینا به کنار. وضعیت جامعه ایرانی به جایی رسیده که دیگه داره فرزندان خودش رو به فروش میرسونه. من الان برای شما فقط یک کلیپ پخش میکنم، ببینید. البته اینها رو من فکر نمیکنم، مطمئن هستم شما هر روز درون جامعه ایران دارید
در شهرهای مختلف میبینید، اما حداقل تصویری باشه برای هموطنان برون از مرز که بیشتر آشنا بشن با این معقولات که من چی دارم میگم. فایل شماره 5 رو از همین فولدر، از همین پوشه اگر پخش بکنی، پیرمردی که حتی به زوری داره راه میره، داره بادکنک میفروشه، آیا در کشوری که صاحب بسیاری از منابع جهانی است، یعنی ایران، میبایست سرنوشت این افراد اینچنین باشه؟ کاری نداریم، مسلمونه، کلیمیه، بهاییه، هر آنچه که هست، هر آنچه که هست برای خودش. اما چگونه است شما این رو میپذیرید؟ چه باید گفت؟ نظاره‌گر بودن؟ مگه ما انسان نیستیم؟ مگه شرف نداریم؟ مگه غیرت نداریم؟ مگه تاریخ نداریم؟ مگه هویت نداریم؟ چگونه انسان ها میتونن چنین مناظری رو ببینن، از کنارش به راحتی یکی گاز بده بره، یکی با موتور رد شه، یکی پیاده رد شه، بگه خب به من چه، خب پیرمرده دیگه، همین روزو باید بیفته بمیره. ارزش ها درون جامعه ما از بین رفته. جان انسان ارزان ترین چیزی است که در ایران وجود داره، اما همه شعارها بر پایه حفظ نظامه. آقا ولایت فقیه، حفظ نظام، این نظام چه غلطی برای جامعه ایران کرده؟ نه اینکه غلطی نکرده، بلکه جامعه ایرانی رو تا به امروز تکه و پاره کرده، حق ملت ایران رو و مردم ایران رو خورده به جیب هر آن که تروریست بوده یا تروریست پرور بوده ریخته، یا کشورهای کمونیستی. آخه چگونه باید ارتجاع سرخ و سیاه رو دیگه تعریف کرد؟ بعد متاسفم از افرادی که میان میگن شعار رفرم درون این نظام رو میدن، که من در روزهای آینده یک بخشی رو اصلا به طور کلی قرار میدم برای SCO، فکر میکنم فردا یا پس فردا، شانگهای کورپوریشن اورگانایزیشن، شما رو آشنا میکنم با این کورپوریشن که اصلا این چی هست، برای چی به وجود اومده، برای چی دارن ارتش متحد درست میکنن و انجام دادن، درستم کردن، از 5-6 کشور متحد که جلوی کی بیسته؟ اگر آمریکا، اروپا بخواد بیشتر نفوذ پیدا بکنه و وارد ایران بشند، SCO بتونه، شانگهای کوپریشن اورگانایزیشن، با نیروی نظامی که در دست داره، یعنی چین و روسیه، در یک بزنگاه بتونن برابر نیروهای ناتو مقابله بکنن. اگر میبینید که امروز ناتو داره در لیبی کار خودش رو انجام میده و SCO نشسته و نظاره‌گره، به دلیل اینکه هنوز به کشورهای نظیر ایران نزدیک نشدن، اما هر ثانیه که مردم ایران بلند بشن، این کشورها از قبیل روسیه و چین به خاطر از دست دادن منافع خودشون در دو بعد مختلف، پولهایی که از ایرانیان به جیب زدن، به خصوص چینی ها در این میان نفت و ارزان بردن و جنس گاربج و آشغال ریختن درون کشور، از دو سو داره استفاده میبره از جامعه 70 میلیونی دربند، که این 70 میلیون شاید 5 میلیونش 4 میلیونش داره خوشی میکنه و زندگی میکنه، اما باور داشته باشید که بیش از 60-65 میلیون نفر در بدترین شرایط قرار گرفتن، چه از لحاظ زندگی، از لحاظ آب و هوایی، از لحاظ منطقه‌ای، از لحاظ آینده شومی که در انتظارشون هست. این آینده شوم رو شما میتونید هموطنانم عوض بکنید با دست خودتون، با خرد خودتون. نظاره‌گر ننشینید. من اصلا به این
باور ندارم که شما بنشینید و یک نظری رو در رابطه با یک برنامه تلویزیونی بدید و بگید آقا این نشسته اونجا داره همچی چیزی میگه. خیر، من دارم نه فالگیرم نه فالبینم، دارم آینده شما هموطن رو در اون کشور میبینم و دارم بهت میگم. اگه میخوای هر آنچه هم که داری در چند سال آینده، دو سه سال آینده به طور کلی از دست بدی، متلاشی بشه خانوادت، جایی که سه سال آینده به حرفای من برسی، امروز باید به پا بخیزی، دست هموطن دیگه ای رو بگیری، در یک اتحاد ملی، در یک همبستگی ملی میهنی باید به پا بخیزین و کشور رو پس بگیرید. راهی به غیر از این نیست. تلفات هم 100% خواهید داد، اما تلفاتی خواهد بود که ایران رو با آگاهی آزاد میکنید. اون موقع کشورهای اروپایی یا جهان اول مجبور هستند با شما مردم وارد مذاکره بشن. تا به امروز وارد مذاکره با حکومت اسلامی بودند. چرا؟ به دلیل اینکه حکومت اسلامی با دو ابزار خودش درون کشور به صورت نظامی عمل کرده و حکومت نظامی به راه انداخته که مردم نفس نمیتونن بکشن، در خارج از کشور توسط رسانه‌هاش و لابیست‌هاش، که لابیست‌ها دوست دارن ارتباط مستقیم با حکومت اسلامی داشته باشن که این اعتبار رو به حکومت اسلامی بدن که آقا دیگه در سازمان ملل یا بقیه سازمان‌ها این کشور رو یا این حکومت رو طرد نکنید و تو سرش نزنید، بیاید سرتون رو بالا بگیرید که حکومت اسلامی در جهان به عنوان یک حکومت دموکراتیک رو معرفی بکنید و بشناسید. این کار لابیست هاست یا برنامه سازان یا خبرنگاران یا کسانی که به هیچ عنوان دوست ندارن جامعه ایرانی تحولی بزرگ برای آزادی و دموکراسی و سکولاریسم در اون منطقه انجام بده. اگر ایرانیان این کار رو انجام بدن، مطمئن باشید که جلوی جنگ‌های بعدی درون این منطقه گرفته خواهد شد. من عینه به وضوح دارم می‌بینم اگر همین روال ادامه پیدا بکنه، ما وارد جنگ بزرگی درون خاورمیانه خواهیم بود که بعیدم نمی‌بینم که قدرت‌های بزرگ جهانی به خاطر حفظ منافع خودشون در این منطقه وارد جنگ با یکدیگر بشن و جنگ جهانی سوم درون منطقه خاورمیانه انجام بشه. تلفاتش چه میزان و چه مقدار خواهد بود؟ همش بر پایه حفظ منافع، هیچ کدومش به خاطر حفظ دموکراسی نیست. تنها شما مردم هستید که میتونید جلودار روند از هم پاشگی یک کشور بشید. دستبندی های مختلف رو کنار بگذارید، ایدئولوژی به سبک های مختلف رو کنار بگذارید. نمایندگان حکومت اسلامی، کسانی که تا به امروز برای حکومت اسلامی کار کردن که در رأس باشن و هیچ مشکلی با قانون اساسی حکومت اسلامی ندارن رو کنار بگذارید. اصلاح طلب و یا غیره رو کنار بگذارید. اینها اصلاح چه چیزی رو میخوان؟ اصلاح همین حکومت؟ به هیچ عنوان. این حکومت اصلاح پذیر نیست، این قانون اساسی اصلاح پذیر نیست. من به صورت مشخص کلاهبرداری اینها رو بهتون نشون میدم تا متوجه بشید وقتی که این پیرمرد درون مملکت داره قدم میزنه، ای وای بر ما اگر بنشینیم و در کشوری ثروتمند نظاره‌گر باشیم. روز به جان، فایل دیروز، فایل 10 و 11 رو اگر میشه برای هموطنانم پخش بکنید پشت سر هم تا یک تصویری از این صحبت بده که منظورم اصلا چیست. اینها در نهایت خودشونو دارن آزادی خواه نشون میدن، اما باور داشته باشید که هیچ بویی از آزادی این جنایتکاران نبردن. هر کدام از اینها دستشون به خون میلیون ها نفر آغشته بوده و اون مادر و پدری که امروز توانش رو نداره که اینجا بنشینه و با شما صحبت بکنه، من وظیفم هست از زبان این مادرها و پدرها صحبت بکنم. نگذارید که رسانه های بیگانه روی افکار شما تأثیر بگذارن به خاطر مطرح کردن این آشغال ها. اینها زباله های بیش نیستن و میباید هرچه سریعتر اون کشور تمیز بشه و دیگه چنین کسانی خودشون رو به عنوان خیرخواهان جامعه که اصلا باشون مصاحبه بشه، اینا اصلا در سطح مصاحبه دیگه نیستن. مگه ما تو ایران آدم، انسان، نخبه کم داریم که مجدداً به طرف اسلامیستا بریم که بیا آقا امروز موقعش نیست، امروز نباید بر سر این حرفا حرف زد. اگه این حرفا رو 33 سال پیش هم من شمیرانی در رابطه با خمینی در رادیو و یا تلویزیون ملی ایران زده بودم، میومد میگفت آ شمیرانی آخه امروز موقع این حرفا نیست، امروز فقط همبستگی با خمینی و شاه بره، بعد تکلیفمون رو مشخص میکنیم. اون دوران انجام ندادی 33 سال به
اعماق سیاهچال حکومت اسلامی و جهان افتادیم. جهان هم دوست نداره که شما از سیاهچال بیای بیرون، بخاطر اینکه روشنایی رو ببینی دیگه تاوان پس نمیدی، دیگه نفت تو مجانی نمیدی، دیگه گاز تو مجانی نمیبرن، دیگه هر بنجلی رو وارد ایران نمیکنن، خط مرزی ایران مشخص میشه و همچنین کشورهای دیگه به پشتیبانی از شما مردم و حکومتتون به پا خواهند خواست و نظام‌های دموکراسی و دموکرات درون منطقه بر پایه آزادی و سکولاریسم آغاز به کار می‌کنه که در طولی نخواهد پایید که اگر این کشورهای نفخیز به این چیزی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم دست پیدا بکنن، باجی دیگه به کشورهای دیگه نمیدن. اون موقع اسرائیل باید فقط از منابع خودش در بیاره، برای خودش استفاده بکنه و همچنین آمریکا، اروپا، اینها باید برن فکر نون باشن که خربوزه آبه. نگاه بکنید به این گفتگوها، خودتون متوجه میشید که من چی میگم. آیا اینها آزادی خواه هستند؟ ما معتقدیم بر اینه که ولایت فقیه میتونیم داشته باشیم و الان هم داریم و قبول هم داشته باشیم، منتها همه چی متکی به آرای مردم باشه. و اگه متکی همه چی به آرای مردم بود همه چی درست بشه. یعنی باید کنار ولی فقیه خبرگان نیرومند و قوی هم باید داشته باشه، نه خبرگانی که مثلا حتما باید زیر نظر آقای جنتی باشه و حتی دل آقای جنتی بخواد او انجام بشه. نه همه چی میخواد اما همه چی هم باید باشه کنارش. اینا لازم و ملزومه همدیگر هستن. ولی فقیه میخواییم، ولایت فقیه میخواییم، بریم به نظر من میخواییم، اما باید انتخابات ها آزاد باشه، نه که یه دسته بشینن اونجا هر چی خواستن، هر کس خواستن قبول کنن، هر کس خواستن قبول نکنن. حالا من به موقع شرحی قضیه رو میدم. یا مجلس میخواییم، مجلس هم لازمه، اما نه مجلسی که 3000 نفر رد کنن و باطل کنن انتخابات داره، یا رئیس جمهور بفرما، نه رئیس جمهوری که برن جلو جلو و خلاصه صندوق داراش پر کنن، از قبل طرف دارا بگن 24 میلیون رای پردا میبینید، حالا 500 تا اضافه شد 600 تا دیگه اون حسابش شده. از خان باز توی تکسایی که من این است که عزیزان من، اگر کسی میاید و به آقای موسوی و کروبی ناسزا میگه به ملت ایران توهین میکنه. آقای موسوی و کروبی تو این یه سال ببینید از کجا به کجا آمدن. آقای کروبی امروز رسماً و علناً علیه ولایت فقیه بلند شده. خب حالا ما در بیرون هم بشینیم ناسزا بگیم، ارزش کار ما بیشتره یا کاری که کروبی در درون می‌کنه؟ با درود به شما همیهنان عزیزم و درود به آقای کروبی، امیدوارم صدای من رو داشته باشیم. آقای کروبی، شما اعتقاد دارین که این جنبش به یک جنبش ملی تبدیل شده؟ یعنی از راه سبز هم به نظر من گذشته هست. آیا شما اعتقاد به یک همه پرسی برای نوع حکومت دارین یا نه؟ برای اینکه خب 30 سال، 31 سال پیش پدران ما برای ما نوع حکومت رو تعیین کردن و الان جوانان اعتقاد داره که این نوع حکومت رو نخواهند. شما اعتقاد به این یک همه پرسی و یک نوع رفراندوم برای نوع حکومت دارین یا نه؟ سپاسگزارم. من میکروفون را دارم. ببینید دوستان عزیز، برادرای خوب من، فرزندان عزیزمون، همیشه ما باید خواسته های داشته باشیم که قابل اجرا و عمل بشه. شما یه انقلابی کردید، یه انقلاب همه شهید داده، سالها مبارزه بوده تا یک نظامی به وجود آمده. این نظام رو مردم رأی بهش دادن. ما معتقدیم این نظامی که همه چیش متکی به آرای مردمه و انتخابات های سالم باید باشه الان وجود نداره. ما بیایم حالا از رفراندوم، از همه پرسی سخن بگیم که در اول به قول شما راه هستیم و هنوز نتونستیم به قانون اساسی رو اجرا کنیم. ما باید قانون اساسی رو بکوشیم اجرا بشه، مجلس جدی داشته باشیم. شما مطمئن باشید که ما مجلس جدی داشتیم، ضمن احترام به نماینده های محترم، حتما بحثمونی نبود که دولت بگه که من اصلا قانون عمل نمی کنم. شما مطمئن باشید که ما قوه قضاییه جدی داشتیم، اوضاعمون اینجور نبود که مردممون انقدر از زندان ها بنالن، خانواده ها از زندان ها بنالن، بچه ها اونجا اعتصاب قضا بکنن. اینا همه در قانون اساسی ما
هست و وجود داره. اینا رو ما باید بکشیم برای اجرا و عمل اینا و برسونیم اینا رو به یه محیطی و سالها مردم میتونن از این بهره‌مند بشن. یه روزی هم ممکنه در یک محیط آزادی که همه چی طبیعی است و وجود داره و بحث‌های آزاد میشه، آزادی طبیعی است، مطبوعات کار میکنن، یه بحث‌های دیگه بشه اون روز. ولی امروزی که ما این چنین گرفتاریم که قانون اساسی که محصول این همه فداکاری و جرم‌پاشانی است انجام نمیشه، ما بیام حالا بحث کنیم که اصلا قانون اساسی جوابگو هست یا اساسی جوابگو نیست، اصلا رفراندوم نیاز داریم نیاز نداریم. من معتقدم نیروی خودمونه بی جهت مصرف میکنیم، بریم به صورت اینی که به اون راهی که این قانون اگه اجرا و عمل بشه بسیار براتون و برای ما معتقدیم مفیده و خواسته های حتی بسیاری افرادی که مخالفن اما خواسته های اونم اجرا و عمل بشه. شما تصور کنید ما انتخابات آزاد داشته باشیم، مطبوعات آزاد داشته باشیم، مجلس آزاد داشته باشیم، معلومه دیگه چقدر خواسته همون اجرا و عمل بشه، بگه مردم غیر از این میخوان. ولی ما معتقدیم بر اینه که ولایت فقیه میتونیم داشته باشیم و الان هم داریم و قبول هم داشته باشیم، منتها همه چی متکی به آرای مردم باشه. و اگه متکی همه چی به آرای مردم بود همه چی درست بشه، یعنی باید کنار ولی فقیه خبرگان نیرومند و قوی هم باید داشته باشیم، نه خبرگانی که مثلا روباهان مکاری این چنین که تحریف میکنن حتی واژه آزادی رو. این آشغال ها نمیدونن که همین ها بودن، همین آشغال ها بودن که من و امثال من رو در زندان ها میگرفتن، بچه 16-17 ساله رو با ضربات بسیار سنگین شلاق و غیره میزدن فقط به خاطر اینکه باید احکام اسلامی یا اون قوانینی که داره میگه قانون اساسی انجام بشه. این مردک، این کلاهبردار، این جنایتکار که دستش به خون هزاران ایرانی آغشته است، ببینید چگونه تا آزادی رو تحریف میکنه. بعد میگه آقا این انقلابی که با خون بسیاری به دست اومد، خون مردم ناآگاه، بعد خونی ریخته نشد برای گرفتن این مقام هایی که شما به دست آوردید، چه خونی ریخته شد؟ خون سربازان گارد شاهنشاهی و افسران بیشتر ریخته شد نسبت به مردم عادی. کدوم خون ریخته شد؟ تاریخ رو حتی برای جوانان تحریف میکنن. نظام پیشین اصلا مقابله نکرد با مردم، کسی رو نکشت، چند نفری کشته شدن، اونم در هر روندی اتفاق میفته که در یک روز در 12 ساعت رژیم سقوط بکنه. شما دارید سقوط نظام های دیکتاتوری رو میبینید که همین الان روز به جان هستش، الان هنوز اون مقر هستش که مقر الان گزارشگرش داره صحبت میکنه، محل قذافی رو دارن بمباران میکنن و دود آتش داره از اون منطقه میاد بیرون. هر موقع که وسط صحبتان بود میتونید پخش بکنید. اما این چنین، اینها دیکتاتورهایی هستن که باشون برخورد میشه این چنین. اون موقع افراد میان میگن آقا ما این همه زحمت کشیدیم، شما زحمت کشیدید، شما نزدیک به 1000 تا زن رو تا به امروز سیغه کردید، آزادی میخواستین در این سر قانون اساسی انجام بشه، این همه زور میزنن که اون قانون کثیف اسلامی انجام بشه. من براتون آزادی رو میخونم، تعریف میکنم، متوجه بشن هموطنانم منظور از آزادی چیست. ساده ترین تعریفی که از آزادی میتوان کرد این است: قدرت داشتن به انجام دادن هر کاری که به دیگران زیان نرساند. معلوم است برای اینکه معلوم شود که چه کاری به دیگران زیان میرساند و چه کاری زیان نمیرساند، حدود آزادی باید به وسیله قانون مدنی معین شود. این قوانین را چه کسانی باید وضع کنند؟ بیشک خود مردم، بدین معنی که افراد کشور یا مستقیما گرد هم جمع می شوند یا نمایندگانی بر می گزینند و سپس با وضع قانون حدود آزادی افراد و حدود قدرت دولت را معین می کنند. بدین ترتیب در نظام های دموکرات هم وظیفه مردم معین است و هم مرز قدرت حکومت و نظام.
من میتونم در رابطه با خیلی کوتاه مختصر گفتم چون فایل ها زیاد هستش، نمیخوام بمونه که شما متوجه نشید به چه صورت هست. میخوام متوجهتون بکنم چون این کلاهبرداران و این جنایتکاران چگونه توسط رسانه هایی مثل بی بی سی یا صدای آمریکا اینا مثلا میشن اپوزیسیون. این آقا به صورت مشخص و این آقایون دارن میگن آقا حفظ نظام، قانون اساسی که قلب حکومت اسلامی است میباید سوراخ سوراخ بشه، اون قلب میاد تیکه پاره بشه تا جامعه ایرانی نفس بکشه. اینها میخوان شما رو برگردن به دوران طلایی امام. دوران طلایی امام میدونین چه دورانی بود؟ دورانی بود که من و امثال منو به زور به جنگ فرستادن، وارد جنگ کردن جامعه ایرانی رو که هزار میلیارد دلار خسارت به کشور بزنن، بیش از این آماری که خودشون دادن، بیش از 500 هزار نفر معلول بر جای بگذارن، بیش از 1 میلیون نفر کشته و زخمی بدیم. جنگی که صحبت بر سر اسلام، مگه عراقی مسلمان نبودن؟ 60% از مردم عراق شیعن، کدوم اسلام؟ حسینی که اینا تو سرشون میزنن اونجا خاکه. اینا میخوان کاسه داغتر از آش بشن یا میخوان زیره به کرمون ببرن؟ آیا کسی از اینا پرسید؟ همین مردکی که صداشو براتون تصویرشو براتون پخش کردم، این یکی از باورمندان به خمینی و خمینیز بود و تا به امروز دستور قطعهای متفاوتی رو به همراه موسوی صادر کرده که ری شهری یکی از جنایتکاران بلفطره، وزیر وقت همین موسوی بود. اینا همه دستشون تو یک کاسه است. قانون حکومت، قوانین حکومت اسلامی رو هم در مملکت هست، خودتون برید مطالعه بکنید. جامعه ایرانی باید بدونه دو چیزش چیست، یک کتاب دینیش چیه که به خوردش دادن تو گوشش کردن، برید به فارسی بخونید اون رو، دیگری قوانین اساسی است که در اون مملکت وضع کردن. اینها رو شما برید مطالعه بکنید، متوجه میشید اینا چه کلاهبردارانی هستن. ولایت فقیه بمونه، قانون اساسی انجام بشه، ولی حرف مردم باشه. اگه حرف مردم باشه که ولایت فقیه و اون قانون اساسی نخواهد بود. من آزادی رو به صورت مشخص براتون تعریف کردم، دموکراسی رو توضیح دادم. نسل امروز اصلاح پذیر نیست، اصلاح طلب هم نیست. اون اصلاحی که شما میخواین اصلاح اسلامیش بکنید، نه، اسلام بنیادگرا رو نمیخواد، اسلام حکومتی رو هم نمیخواد، هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد. اگه میخواین حرف مردم باشه، یک رای گیری زیر نظر مردم و جوامع بین الملل با حضور تمام دوربین ها، البته بعد از این رژیم، بگذارید متوجه بشید مردم چه نظام هایی رو میخوان، چه نوع دموکراسی رو میخوان، که بعد آشغال های دیگری. این چنی از این آشغال ما زیاد داریم که توسط تبلیغات غربی این آشغال ها تا به امروز تونستن صداشون رو به جهانیان برسونن و معرفی کنن. چهره یکی دیگه از این آشغال ها رو هم بهتون نشون میدم که متاسفانه مردم ایران رو گول زدن و به دام این شخصیت های کثیفی انداختن که تا به امروز میلیون ها جوان ایرانی رو تکه و پاره کرده با نام اسلام برای برابری. از همون فایل دیروز چهره واقعی خاتمی رو اگر دارید براتون پخش میکنم و ایشون ببینید چی داره میگه در رابطه با دموکراسی. من دیروز دموکراسی و آزادی و امروز تا سر به صورت مشخص براتون عنوان کردم که اصلا معنی دموکراسی چیه، آزادی چیه، اینا رو من میگم. بعد این اشخاص میان چیکار میکنن؟ میان تحریف میگذارن، تحریف میکنن تاریخ رو و واقعیت ها رو. میگن اون چیزی رو که جامعه ایرانی میخواد دموکراسی غربی نیست، آزادی نیست. آزادی مثل دو به علاوه دو میمونه. مگه آزادی در شمال، آزادی در جنوب، آزادی در شرق و غرب باید فرق بکنه؟ آزادی مثل دقیقاً چراغ راهنمای رانندگیه که در هر کجای جهان که بری قرمزش قرمزه به معنای توقف کامل، زردش به معنای احتیاط و سبزش به معنای عبور. اما اینا اومدن درون اینجا جای گرفتن، مردم رو به چپ و راست تقسیم کردن که آقا آزادی اون چیزی که ما میگیم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه نظام اسلامیه، ما کشته دادیم تا این نظام به اینجا رسیده. نظام به کجا رسیده؟ مردم رو به کجا بردید؟ 40 میلیارد دلار ذخیره ارزی ما 34 سال پیش که امروز میبایست بالای 1000 میلیارد دلار ما ذخایر ارزی داشته باشیم، با این ثروت و درآمد نفت، با اون بزرگانی که داشتیم، که اگر جامعه ایرانی امروز از اون روز تا به امروز 30 سال جلو اومده بود، بهتون میگفتم از لحاظ اقتصادی ما کجای جهان قرار گرفته بودیم،
که ملت ایران با مقدار کار کم استفاده بیش از اندازه داشت و حساب‌های بانکیشون همه پر پول و سرمایه و خونه‌های آنچنانی بود و شهرسازی‌های بسیار درست که دیگه این همه شهرنشین ما در تهران نداشته باشیم، بهتون میگفتم چه اتفاقی میافتاد. اینا کثافت زدن سرمایه‌های ما رو، 650 میلیارد دلار پولی که فقط در عرض این 6 سال در دوره احمدی نژاد بود به جیب‌های بانک‌های خارجی ریختن. بعد میگه حفظ نظام، احمدی نژاد بره اما قانون اساسی بمونه. این قانون اساسی جوری دارید صحبت میکنید که انگار من شمیرانی و هم نسلان ما در اون مملکت نبودن. همین قانون اساسی بود که دختر 9 ساله و 12 ساله و 14 ساله رو در زندان‌ها تکه و پاره کردن. همین قانون اساسی بود که فرمان قتل بسیاری رو تا به امروز صادر کرده. پرگردیم به قانون اساسی حکومت اسلامی رو رعایت بکنیم، انجامش بدیم. عیشه یادین کاری ندارم که چه نوع صداها و چه نوع تلویزیون‌هایی داره از شما حمایت می‌کنه، اما مردم گاو و گوساله نیستند آقایون. هرچند که سر و صدای شما زیاد باشه، اما از این طریق دانش و آگاهی های مردم رو بالا میبریم. بازم خدمتتون عرض میکنم من به هیچ وجه کاری به مذهب مردم ندارم، به هیچ عنوان. هر کی هر نوع مذهبی داره برای خودش محفوظ، اما پروانه نمیدم چنین آشغال هایی به عنوان بزرگان جامعه، خاک بر سر من ایرانی که اگه بگذارم این آشغال ها و این کثافت ها و این جنایتکاران بزرگان کشور من بشن. حالا اگه توان بحث و دیبیت دارید، هر کدام از شماها که این مقدار از این افراد تا به امروز طرفداری کردید، بیاید ببینم توان نشستن و جوابگویی به نسل ما رو دارید که من یکی از نمایندگانش هستم یا خیر. بلکه شماها وقتی که منو میبینید دقیقاً سوراخ موش می‌خرید میلیاردها تومان. بریم با هم یکی دیگر از جنایتکاران رو ببینیم و چه تحریفی میکنه واقعیت رو در رابطه با اینکه مردم ما نمیخوان برای توسط سرکوب شما نخواستند، چون نتونستند. در این کشور دموکراسی مستقل نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقل نمیشه، ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد. شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف درستی است. ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد، اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که اصلش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه، حالا منهای اعتقاد حضراتی که خواست داره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن، چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ امکان نداره همچه چیزی. با کدوم مردم، با کدوم اعتقادات، با کدوم پشتوانه؟ و وقتی پشتوانه دنیا نبود، به کمک آمریکا و دیگران ما خواستیم دموکراسی پیدا کنیم. آمریکا سلطه خودش رو بر دنیا میخواد و الا آمریکا که از ارتجاعی ترین حکومت‌های دنیا با عنوان همپیماناش دفاع میکنه. ما نمیگیم که جمهوری اسلامی عیب نداره، نقص نیست. ما نمیگیم بعضی جا حقوق بشر پایمال نمیشه. ما نمیگیم رفتارهایی که با نویسندگان و خبرنگاران میشه همش درسته. ما نمیگیم که وضعمون ایدئال است از نظر اسلامی، اما من میگم، به صراحت میگم که وضع ما حتی با معیارهای امروز از همه همسایگانمون بهتره و در عین حال ملت ما داره یک تجربه میکنه به نام اسلام در مقابل اسلام طالبانی میخواد دموکراسی رو پیاده کنه. این نظام مورد هجوم همه جانبه آمریکاست. اون وقت کسانی که با این نظام مخالفن میخوان با کمک این که امروز در عراق داریم میبینیم، در افغانستان میبینیم و اصلا ادعا میکنه که دنیا رو میخوان بخورن، میخوان تو ایران دموکراسی ایجاد بکنن. عقب نشینی یعنی این که بندم بیام همصدا بشم با اونها و همصدا بشم با افکار عمومی، نه با فشارهایی که برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی از بین ببرن. اگر جمهوری اسلامی از بین رفت، حکومت دموکراتیک در این مملکت ما اصولا در جنگیم. من فقط میخوام این رو توضیح بدم برای هموطنانم.
من با حکومت اسلامی مخالفت ندارم، من دشمن حکومت اسلامی و طرفدارانش هستم. یک روز یکی کشته میشه، یکی به پیروزی میرسه. 33 سال ما تیکه و پاره شدیم. با چه نیرویی میخوایم وارد ایران بشیم؟ با نیروی مردمی، از لحاظ از طریق انتقال دانش و آگاهی که شماها چه کلاهبردارانی هستید. انگار با یک مش گوسفند این مرتی که داشت صحبت میکرد. اون ورش اصلا معلوم نیست چی میشه. من میدونم چی میشه. شماها لطوپار میشید. هر چی آخونده، بچه آخونده لطوپار میشن. شماها به خاطر حفظ منافع خودتونه که میترسید. دموکراسی غربی. اسمشو گوشن دموکراسی غربی. زمانی که اصلا غرب وجود نداشت، زمانی که اسلام هنوز ظهور نکرده بود، زمانی که دوران بربریت در جهان بود، ما درون مملکتمون دموکراسی و آزادی داشتیم با فرمان کوروش بزرگ. مردک اگه نمیدونی، زمانی که شما آشغالها توسط همین آمریکا به درون ایران با چارتر هواپیما در 12 بهمن 57 نیومده بودید، مردم ایران استقلال و آزادی های اجتماعی و فردی داشتند. مردم ایران 40 سال پیش به زندگی پدر و مادرت نگاه بکن، هر کسی دوست داشت، حجاب داشت نداشت، هر کجا قیمت گوش این چنین بود، کجا وضعیت مسکن این چنین بود، کجا وضعیت بهداشتی، کجا وضعیت درمان، کجا وضعیت تحصیل، کجا وضعیت اقتصاد این چنین بود، کجا وضعیت اعتبار و اطمینان جامعه درون کشور و برون مرز در جوامع بین المللی این چنین بود. مردم ایران دارن یه چیزی تجربه میکنن. نه فقط مردم ایران، جهان 1400 سال تجربه کرده، ازش فرار کرده، در بعد اسلامیش، در بعد مسیحیتش 2000 سال فرار کرد، در بعد کلیمیتش و یهودیتش 3000 سال پیش فرار کرد. آقا فرار کردن. چرا؟ که حتی اولین دین ابراهیمی روی کره زمین بود فرار کردن. گفتن آقا ما نمیخوام ادیان رو وارد حاکمیت بکنیم. حالا شما این تحریف میکنید، ما نمیدونیم اونورش چی میشه. من میدونم اونورش چی میشه. شما قتل عام میشید قربون. شماها تکه پاره خواهید شد. شما از میان خواهید رفت. همونطور که قذافی داره تکه پاره میشه. همونطور که بشار اسد تکه پاره خواهد شد. همونطور که صدام حسین از بین رفت. شماها میدونید چه سرنوشتی در انتظارتونه. شما مثل دستمال کلینکس میمونید برای ابرقدرت‌ها که تا روزی که بتونن نفت و گاز رو از شما مجانی ببرن و شما تونسته باشید مردم رو خفه بکنید، پشت شماها میستن. به مجرد اینکه مردمی به پا خواستن و نشون دادن در صحنه در خیابان‌ها که شماها رو دیگه نمیخوان، به هیچ عنوان رحمی هم بهتون ندارن، با هر وسیله هم که میتونن تو خیابون بیان از خودشون، مملکتشون، جامعهشون و هویتشون دفاع بکنن، برای رسیدن به آزادی جان بدهند و جان بگیرند، اون موقع جهانی هم متوجه میشه، میگه آقا بی بری بیرون. مثل داستانی که سر بشار اسد، سر قذافی، صدام حسین و غیره، مثل مبارک در مصر افتاد. این جامعه جهانی بود که بعد از خروش و جوشش مردم درون خیابان ها به این نتیجه رسید که آقا دیگه امکان نگه داشتن این نوع حکومت ها نیست. اینها زمان استفادهشون گذشته، تاریخ مصرفشون گذشته، دیگه نمیشه. چگونه جامعه جهانی میخواد مجدداً بشار اسد رو دعوت بکنه به سازمان ملل؟ چگونه جامعه جهانی میتونه مبادلات استراتژیک داشته باشه با لیبی یا قذافی؟ به هیچ عنوان. یک پرده‌ای که پاره شد شد، اما سعی کردن این پرده رو توسط این جرثومه های فساد در جامعه ایرانی و بعد جهانی نگهش دارن. بگن آقا هنوز افرادی هستن که مسلمونن، تندرو هم نیستن. تندرو به چه معنا؟ در زمان همین آقایون بود که من و ما شکنجه می‌شدیم در زندان‌ها. دموکراسی دینی، دموکراسی غربی، دموکراسی غربی و ضد غربی نداره. دموکراسی رو براتون گفتم، حکومت مردم بر مردم، احترام گذاشتن به رأی اقلیت که رأی نیاورده، مردم با دست خودشون قانون اساسی کشور رو بر پایه حقوق انسانی و حقوق بشر و سکولار بنویسند که نمایندگان مردم برای حاکمیت کار بکنند، که قانون اساسیه. قانون اساسی در این بالاست. نمایندگان مردم زیر چتر قانون اساسی کار میکنن، نه ولایت فقیه، نه اسلام، نه قرآن، نه هیچ نوع کتاب و نوشته دیگه.
بلکه مردم در سه قوه متفاوت، مقننه، قضاییه و مجریه، که مجریه تنها به رأی دموکراسی مردم انتخاب شده که با نام رئیس جمهور یا نخست وزیر یا هر شکلی از نظام، چه پادشاهی چه جمهوری، میباید سر قوه مجریه مردم به دموکراسی بر پایه اساس دموکراسی رأی خودشون رو به نماینده خودشون بدن که اون نماینده قانون اساسی بر پایه حقوق بشر رو انجامش بده، نه چاکرم مخلص نظام باشه سرشو بیاره پایین برابر یک جنایتکار دیگه اون بالا نشسته با نام رهبر مجلس خبرگان. الان بهتون میگم چه کلاه برداری بر سر مردم ایران انجام دادن، کلاه بزرگی بر سر مردم ایران گذاشتن همین جنایتکاران بر اساس رأی گرفتن از مردم موقعی که ما حضور نشیم. شماها خیلی خون دادید، مردم ایران خون دادن، شما سوار مردم ایران شدید. الان بهتون نشون میدم، حداقل به نسل امروز که متوجه بشه چه شیادانی تا به امروز کلاه بزرگی سرشون گذاشتن. به بچه ها ایران میگم از شر این حکومت خلاص بشید، شما کشور رو به دست خودتون بگیرید، با اون سرمایه سرشاری که درون دستتون هست خارجی ها میان با شماها معامله میکنند. مطمئن باشید اینها شماها رو دارن میترسونن که نمیدونیم اون برش چی است، اون برش چی است، مردم باقی میمونن، شماها میرید، شماها میرید، مردم میمونن، شما نمیدونید اون برش چی است. مردم ایران که آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر میخوان، نمیدونید چی است اون برش. و هر زمانی که اینجوری بشه میخواین آشوب پا بکنید، ایران رو وارد جنگ بکنید، مردم رو بدبخت‌تر بکنید و بعد پولها سرشار به کشورهای بیگانه ریخته بشه که آقا جنگم به پا کردیم، ببین تسهیلات نظامی تو بفرست ما ادامه بدیم، این مردم هم تو سرشون بزنیم، نفت و مجانی، گاز و مجانی داری میبری دیگه، چه دیگه چته. اینا جوابشونه به دولت مردان خارجی. از همین رو تا به امروز نقض فاحش حقوق بشر رو نادیده گرفتن درون کشور و به هیچ عنوان صدایی از صدا در نمیاد که ما چه مقدار درون کشور داریم ظلم میبینیم، تیکه پاره میشیم، اما جهانیان خفه شدن و نگاه نمیکنه. خب قبل از اینکه برم اینا رو میبرم به دوران طلایی امامشون که چه کثافتی بود و این روشنفکران به اصطلاح چه کثافت و آشغالی رو وارد ایران کردند و بعد ببینید ایشون قبل از اینکه مردم برن به پای صندوق‌های رأی چه میگفت. یک به یک میام جلو براتون توضیح میدم، در کوتاه مدت وقت آنچنانی هم نیست، ولی به یک نتیجه‌ای برسیم. فایل شماره 1 رو از امروز که خمینی نشسته قبل از اینکه بخواهن به حکومت اسلامی مردم رأی بدن و اصلا مردم بدونن اینا چیه، توسط حامیان حکومت اسلامی، روزنامه نگاران سوق داده میشد آقا به این رأی بدید، هرچه هر آنچه که این ابله میگه بهش رأی بدید. البته نمیگفتن ابله، ایشون رو در ماه دیده بودن و لای قرآن دیده بودن و لای 100,000 تا چیز دیگه. شعار همون شعار اسلامی باشد، جمهوری اسلامی، اونها که اصرار دارن اسلام را از کنار جمهوری کنار بگذارند، اینها خائنانی هستند که در ملت میخواهند اختلاف ایجاد کنند. آنها که میخواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، آنها غرب زدگانی هستند که نمیفهمند چه میگن. اونها که در نوشتجات خودشون دم از دموکراتیک میزنند، اینها یا جاهلند و نمیفهمند چه میکنند یا آمدند و خائن. مطبوعات تجدید نظر بکنند در نوشته های خود، قلمداران تجدید نظر بکنند در نوشته های خود، بگذارند ملت به همین راهی که می رود، همین مسیری را که به فیروزی رسیده است، به آخر برساند. اینها مگر با اسلام دشمنند؟ اینها مگر با ملت اسلام دشمنند؟ اینها مگر با کشور خودشون دشمنند که می خواهند منحرف کنند؟ ملت ایران منحرف نخواهد شد. من رأی خودم را به جمهوری اسلامی میدهم و از ملت تقاضا دارم که نگذارند خون جوانانشون هدر برود،
نگذارن اجانب رخنه پیدا کنند، نگذارن استقلالی که به دست آوردند از بین برود، اند آزادی که به دست آمده است مبدل به اختناق بشود، به حکومت اسلام، به جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد و یک نه حرف کم. کسانی هم که میخواهند به راه های دیگه بروند آزادند، لکن توطئه قدغن، خیانت قدغن، رأی آزاد، هر چه میخواهند بگن. ما خیرخواه ملت هستیم، ما به تبع اسلام خیرخواه ما بودید ها، خیرخواه ما بودید. اونا هم بگن صحیح است صحیح. اینا از چه طریق اومدن تو خیابون؟ همین صداهای خارجی که در طی تمام این سال 2009 تا به امروز به سمت ایران پخش میشه، چه در بخش دولتیش چه در بخش خصوصیش در لس آنجلس، جنایتکاران رو در پوشش حمایت کنندگان ملت ایران و یا اپوزیسیون قرار دادن و آزادی خواهان رو توطئه گران نامیدن، ایرانیان رو توطئه گران بنامن که اگر میخوای تو مملکت خودت زندگی بکنی، آب و خاک مال خودته، باید به اینا رأی بدی. در رأی آزاد هستید. کدوم رأی آزاد؟ جمهوری اسلامی آره یا نه؟ فایل دوم رو از یک جنایتکار بلفطره دیگه که با کچلوار و کراوات به همراه جبهه ملی ها اومدن شعار دادن، مخ مردم رو زدن. این فیلمی که میخوام براتون پخش بکنم دقیقا 12 بهمن 57 از صبح که مردم رو ببین چگونه سر کار گذاشتن، دروغ‌های آنچنانی در لباس‌های متفاوت. وقتی کارشون تموم شد همه کچلوار کراواتشون رو در آوردن، قمه‌ها و تفنگ‌ها و دشنه‌ها رو در آوردن، در زندان‌ها مشغول سلاخی کردن مردم شدن در طول این 33 سال. حال می‌خوایم برگردیم به دوران طلایی امام. از سه قسمت تشکیل شده برگه رفراندوم که تو هم میشه به این کرد، یعنی از وسط برگه قسمت سوزنی شده. قسمت بالا، قسمت اول، یعنی روش نوشته با رنگ سبز اسم فعالا دولت موقت انقلاب اسلامی، تعرفه انتخابات رفراندوم. موقع که به حوزه رأی مراجعه میکنید و این برگه رو دریافت میکنید، از طرف مسئولین حوزه این بالا مهر خورده میشه و این قطعه رو از قسمت دیگه سوا میکنه و نگه میداره. در این مورد بعد توضیحاتی خواهیم داد به مسئولین. این دو قسمت رو شما دریافت میکنید، یکی با رنگ سبز نوشته شده همون جمله و زیرش درشت آری، یعنی کسانی که به جمهوری اسلامی رأی مثبت میدن این قسمت دوم رو میکنند، یعنی قسمت دوم برد که الان بگید از شما قسمت بالا رو و تا میکنن و در صندوق میاندازه. قسمت سوم با رنگ قرمز نوشته شده نه، این یعنی کسانی که به جمهوری اسلامی رأی مخالف میدن این قسمت رو میکنن، تا میکنن و در صندوق میاندازن. تذکری که به حوزه های رفراندوم داده شده اینه که فقط نظارت بکنن هنگامی که شرکت کنندگان رأی خودشون در صندوق میخوان بیاندازن، حتما یک رأی بیاندازن. این برای عده از همیهنان ما سوء تفاهم ایجاد کرده که مسئولین موظفه که باز کنن ببینن که طرف چی رأی داده. نه، رأی کاملا مخفی است و اون برگه‌ای که بالا کنده میشه و نزد مسئولین باقی میمونه به هیچ وجه مشخص نیست که رأی دهنده که الان پای صندوق میره رأی مثبت میده یا رأی منفی به جمهوری اسلامی میده. نکته که در اینجا بسیار ضروری است و از تمام مسئولین خواهش میکنیم بهش دقت و توجه بکنن، مواظب این تعداد باشد، این برگه ها باشه، اینها مفقود نشه. در پایان رأی گیری و شمارش باید تعداد آرایی که به صندوق ریخته شده چه موافق و چه مخالف در مجموع برابر با این کارت سفید باشه که قبل کنده شده و مهر شده تا بتونیم صحت رأی رو در هر محل ارزیابی بکنیم. این البته صورت جلسه میشه و دستورالعمل لازم رو ستادهای رفراندوم دریافت کرد. خواستم سوال بکنم که نکته جالبی های خود شما در این چند ساعتی که از شروع رفراندوم گذشته سراغ دارید؟
حالا گزارشاتی که تا به حال رسیده به ستاد و همچنین پیام هایی که از رادیو پخش شده بسیار جای امیدواری است، به خصوص اون چیزی که مربوط به شرکت عظیم و با شوق و ذوق هم‌میهنان ماست که از نظر مذهبی یا فقهی در اقلیت هستند. اقلیت های مسیحی، اقلیت های زردشتی، اقلیت های کلیمی واقعا با شور و شوق و التهاب شرکت کردن بر اساس گزارشاتی که به ما رسیده و این نشون دهنده هوشیاری زیاد هم‌میهنان ماست که علی‌رغم شایعه ها و نفاق افکنی هایی که عناصر توطئه‌گر و ضد انقلاب در صفحه پراکندنش بودن، اینها هوشیار بودن و نشون دادن که از انقلابی که ثمره شرکت و مجاهدت اونها هم هست، این واقعا اقلیت ها در مبارزات ما صحیح بودن. فراموش نکنید شب کریسمس مسیحیان ایران شب عزا اعلام کردن، با اینکه میدونید که بزرگترین عید مسیحیان میلاد مسیح و همون شب همبستگی خودشون رو با ملت ایران و مبارزات ملت ایران به رهبری امام خمینی اعلام کردن. این بسیار ارزشمنده. و همچنین برادران دیگر ما که یا همیهنان ما که در اقلیت های مذهبی هستند، شرکت اونها تا این ساعت تو گزارش داده شده بسیار جای خوشبختی و نشون دهنده همبستگی ملی است. ما امیدواریم که در آینده و سالهای آینده حتی بعد از استقلال جمهوری اسلامی در روزهایی که ما دستن در کار ساختن واقعی جامعه آینده خودمون هستیم، همچنان این وحدت ملی محفوظ بمونه که بدون شک بزرگترین پشتوانه ما در راه سازندگی آینده جامعه ما هست. که نقش اقلیت‌های مذهبی و فکری در جمهوری اسلامی آینده به چه ترتیب خواهد بود؟ همونجوری که خودتون گفتید بارها تذکر دادیم که در جمهوری اسلامی تمام اقلیت‌ها حق حیات دارند، حق دارند در سرنوشت خودشون دخالت کنند و نظارت کنند. دولت مرکزی حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت برای اقلیت‌ها رو نداره. این مسئله نیست که من الان عنوان بکنم. دیشب و پریشان در تلویزیون گفتم که حرف من نیست یا حرف دولت نیست، حرف رهبر انقلابه. حتی ایشون پا رو بالاتر گذاشتن، گفتن که اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌هایی که در جامعه ما وجود دارند، آزادی که در جمهوری اسلامی خواهند داشت در هیچ نظام دیگری نخواهند داشت. یعنی واقعا حق برخورداری از فرهنگشون، از سنتشون، از آدابشون، از رسومشون، از زبانشون هست. بنابراین این هم خاطرشون میتونه کاملا جمع بشه که هم حق دارن به دستورالعمل‌های دینی خودشون رفتار کنن، برنامه‌هایی که انجام میدن برنامه‌شون متناسب با شرایط مذهبی خودشونه و قوانین مذهبی خودشونه. اگر دین اسلام دین رسمی کشور هست، این به این معنا نیست که اقلیت‌ها مجبورن تبعیت از قوانین اسلام بکنن. نه، اقلیت‌های مسیحی، اقلیت‌های زردشتی، اقلیت‌های یهودی تابع دستورالعمل‌های مذهبی خودشون هستند. فرهنگ و سنن آداب برادران کرد، برادران بلوچ، برادران ترکمن تابع سنت خودشون، فرهنگ خودشون، ادبیات خودشون هست و زبان خودشون هست. و این رو با وجودی که بارها تذکر دادیم، فکر میکنم که همونجوری که شما تشخیص دادید، تذکرش هرچی بیشتر در این روزها ضروری است و امیدواریم که اینها وسیله باشه که سودجویان و توطئه‌گران و کسانی که آلت دست مغرضان هستند که خودشون موجودیت خودشون رو در اثر این هم کلاهبرداری در زمانی که کروبی و موسوی اینها به ما میگن ما رأی دادیم. ما کجا رأی دادیم؟ من نه اینکه رأی ندادم، تشنه به خونتونم هستم. چه رأی؟ رأی من برای ایرانه، نه برای حکومت اسلامی و این شیادان. دروغ‌ها رو خودتون شنیدید. توسط چنین جنایتکارانی همه کراوات زده جلوی دوربین نشستن تا قبل از اینکه بخوان از مردم رأی بگیرن. تمام جبهه ملی طرفداران دکتر محمد مصدق و غیره الان بهتون نشون میدم، همه تاییدیه گذاشتن به روی اسلام دموکراتیک و حکومتی و این چنین قانون اساسی که فردا و روزهای آینده یک به یک بهش خواهم پرداخت و شما خواهید دید که چگونه حکومت اسلامی قوانینش رو به تصویب رسوند و بعد تا به امروز 33 سال همه ایرانیان تکه پاره شدن. آزاد، دموکراسی دینی، چگونه میخوایم به اون دموکراسی دست پیدا کنیم؟ با نابودی شما. خیلی راحت بگم اگه جامعه ایرانی به پا بخیزه شماها رو نابود بکنه، به اون چه که میخواهد میرسد. ولی اگه شکست بخوره، نه فقط خودشون، فرزندانشون، بلکه ایران رو ما از دست خواهیم داد. فایل شماره 7 رو به خاطر ثبت در تاریخ بارها پخش کردم، ولی برای اینکه به ایران میریم پخش میکنم تا ببینید چگونه فرمان این آقایون هست. از دقیقه 4ش اگر میشه پخش کنید، نمیخوام وقت مردم بیشتر گرفته بشه. بخاطر اون سرود وارد مجلس میشن تمام افراد کت شلوار کراواتی اینایی که میگفتن آقا ما
مبارزه کردیم برای آزادی، دموکراسی. ما 25 سال در دوران دکتر محمد مصدق به بعد زجر کشیدیم، الان انقلاب کردیم، خمینی از ما دزدید، ما آدم‌های فلان هستیم. ببینید وقتی که رفسنجانی میاد و قوانین رو به اختصار شرح میده و پتک آخر رو میزنه، همه اینها مثل گوسفند نشستن دارن نگاه میکنن. هیچ کی به پا نخواست که بگه آقا این مزخرفات چیه داری میگی؟ ما بیایم برای آخوند کار بکنیم، آخوندم رهبر باشه در جمهوری اسلامی؟ آخه نباید کسی از این آزاد به اصطلاح آزادی خواهان به پا بخیزه. آقا این چه نوع آزادیه؟ اصلا راجبه چی داری صحبت میکنی؟ اصلا شما کی هستید؟ اصلا قرار نبود مجلس این چنین بشه. نمایندگان مردم میباید باشن، عیسی به دین خودش و موسی به دین خودش. ولی وقتی که دروغ پشت دروغ، فریب پشت فریب، تا هم امروز حتی در سال 2009 این همه جوون رو اینو به کشتن دادن که برشون گردونن مجددن به دنبال راه امام، این چنین خواهد شد. این داستان ادامه داره تا زمانی که مردم ایران واقعیت ها رو نبینن، عبور بکنن از حکومت اسلامی، خط قرمز ها رو ازش عبور بکنن، کمر حکومت اسلامی رو بشکنن، ولایت فقیه، حامیانش و قانون اساسیش و کسانی که رو به مردم خنجر میکشند، چه در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و چه درون کشور، و کشور رو پس بگیرن. نگاه بکنیم به جنایت تاریخی که انجام دادن و همه خفه شده بودن، هیچی هم نمیگفتن. این اسناد باقی است. من این اسناد رو یک به یک تا به امروز پخش کردم و باز پخش خواهم کرد تا تو دهنی باشه برای کسانی که تاریخ رو تحریف میکنن. فقط میندازن گردن خمینی، میگن خمینی دزدید. همه شما دزدیدید، همه شما به دنبال حفظ منافعتون بودید. اصلا نگاه نکردید که بچه‌هایی که در قنداق هستن، بچه‌هایی که در دوران دبستان هستن، راهنمایی هستن و حتی دبیرستان با این معقولات آشنایی ندارن. مردم اصلا تو باغ نیستن، شما دارین تعیین تکلیف میکنید و بعد میگن آقا چرا موفق نمیشیم؟ به دلیل این قانون اساسی، به دلیل اون کلاشا نیست که اینها رو نوشتن و تا به امروز حفاظت کردن با نام اصلاح طلب و غیره. همین اصلاح طلبا نگاه بکنید در همین مجلس هم هستن. بریم برگردیم به سال 1358. روح خدای بزن چنگی بزن جیر لاری، بیا برکن زبان در مادیش، تباهی را تباهی را تباهی. آیت الله هاشمی رفسنجانی هم پیام امام را قرائت می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون که با عنایات خداوند متعال و تأیید حضرت ولی الله اعظم عجل الله فرجه، با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیشنویس قانون اساسی کار خود را شروع می کند، بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهند. یک، بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده ترین شهرها و قرا و قصبات با اهداء خون و فریاد الله اکبر جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بی سابقه و اعجاب آور با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند. دو، با توجه به مراتب فوق قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید 100% بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری
و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. تخلف از جمهوری اسلامی و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنها محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست. 3. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهاء عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس حضور دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی و اقتصادی تخصص دارند و صاحب نظرند که از تخصصشون در همین جهات قوانین استفاده می شود و در صورت اختلاف متخصصان نظر اکثریت متخصصان معتبر است. 4. من با کمال تأکید توصیه می کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایلی به مکاتیب غرب یا شرق داشته یا خدای نخواسته تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشون را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند، زیرا صلاح و سعادت ملت در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشون هم عقب زده شده و رو به شکست و زوالند. از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناح‌ها به دست می‌آید متأسفانه افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند تحت تأثیر مکتب‌های انحرافی آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با اون مکتب‌ها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی بر اساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با اون استدلال‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمیتوان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد. 5. علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غرب زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده می بینند
و از مناقشات و خردگیری ها دست بردار نیستند. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. به نام خداوند ذوالجلال و بنا به مأموریتی که رهبر عالی قدر انقلاب حضرت امام خمینی در تاریخ 15 بهمن 1357 به دولت موقت تفویض کرده اند، مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را افتتاح نمایم و از این تصادف زمانی همگی خوشحال باشیم که نام و ننگ کودتای 28 مرداد 1332 با خاطره شیرین یکی از گامهای پیروزی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران زدوده می گردد. به حول و قوه الهی و با فداکاری و همکاری مردم شرافتمند ایران پس از واژگونی نظام استبدادی 2500 ساله دولت توفیق یافت 4 مرحله از 5 مرحله مأموریت خود را علارغم کارشکنی های مستمر بداندیشان داخل و خارج و مشکلات استثنایی دوران حاضر طی نماید. روز جمعه 29 تیر ماه 1358 انتخابات سراسری کشور برای تعیین 73 نفر نمایندگان محترم به نحوی که سالمتر، بی‌خدشه‌تر و بی‌دخالت‌تر از تمام ادوار بعد از انقلاب مشروطیت بود انجام یافت و اینک افتخار دارد که انعقاد مجلس بررسی قانون اساسی جدید را به ملت ایران و به شما نمایندگان و به رهبری انقلاب تبریک گفته طرح قانون اساسی را که در شورای طرح‌های انقلاب تدوین گردیده به تصویب هیئت وزیران و تصحیح و تأیید شورای انقلاب رسیده است و متضمن 12 فصل و 151 اصل می باشد حضورتان تقدیم نماید. برای ثبت در تاریخ مجدداً به این اسناد مراجعه خواهم کرد و با توضیح و تفصیل در رابطه با آنچه که در سال 58 گذشت براتون توضیح خواهم داد، با مروری به روی اسناد که این مصوبه ها رو چگونه نوشتن و چه کسانی نوشتند. 33 سال پیش 32 سال پیش 70 نفر جمع میشن با نام خبرگان، این بلا رو بر سر جامعه ایرانی میارن و قوانین رو بر پایه کتاب قرآن و نهج البلاغه می نویسن که حاج سجوادی ها در روزنامه ها مصاحبه میکردن و میگفتن قانون اساسی باید بر پایه اسلام باشه و به غیر از این ما چه دیگر رو نمیخوایم. میبخشید. و ما سعی کوشش رو تلاش کردیم که در دوران مشروطیت به اینجا برسیم که قانون اسلامی داشته باشیم. دقیقا مشکل همینجاست. باز خدمتتون عرض میکنم. به دلیل اینکه قانون اساسی کشور که ستون فقرات کشور هست بر پایه اسلام، شریعت اسلام، کتاب قرآن و نهج البلاغه نوشته شده که هیچ کس هم نمیتونه اینها رو رد بکنه، اگر بازش بکنید اون قانون اساسی رو بخونید برابری بکنید با کتاب دینیتون میبینید جفتش یکیه، این مملکت به این بدبختی رسیده. قوانین 1400 سال پیشو کردن تو قانون اساسی یک ملت و جلوی رشد و پیشرفت و گسترش فعالیت‌های جوان امروزیه که اصلا جوان مگه میتونه اصلاح چی باشه؟ جوان آزادی میخواد، جوان امنیت میخواد، امید به زندگی آینده میخواد، شغل میخواد، رفاه میخواد،
میخواد در زندگی خودش شراکت داشته باشه، نه اینکه کسی به صورت نیروی انتظامی که حفظ نظام براش مهمه سرکوبش بکنه. تو چرا این حرف رو زدی؟ اینا تا به امروز همه رو سرکوب کردن که آقا تو چرا حفظ نظام رو در نظر نمیگیری؟ حفظ نظام به معنی حفظ پولهای ما در بانکهای خارجی، حفظ قدرت داشتن ما و چپاول ملت ایران، این میشه حفظ نظام. هیچ چیزی به غیر از عوام فریبی دیگه درش نیست و زور، کشتار، قتل، جنایت، تجاوز. همین الان در خبرها اومده که کمی هم ناراحت شدن، خیلی هم بهشون برخورده که چرا حماس از بشار اسد پشتیبانی نکرده و این مقدار پولی رو که در سال دارن حمایت میرسونه حکومت اسلامی به تروریستای حماس و نیروهای تروریستی در لبنان و سوریه و در فلسطین، چرا به پا نخواستن پشت بشار اسد سرکوب نکردن مردم سوریه رو؟ بشار اسد هم خواهد رفت. جامعه ایرانی باید بدونه، با این مفاهیم آشنایی داشته باشه. هر کسی که اومد در رابطه با دین و مذهب از باورهای شما استفاده کرد و خواست شما رو یک دسته بکنه، وسط صف بودید، یک دفعه میبینید شعار یا حسین میر حسین الله اکبر این شعارها رو داد، بدونید که مسیر رسیدن به آزادیتون داره تغییر پیدا میکنه. شعارهای ملت ایران بر پایه خواسته های امروزی به دور از گرایش های مذهبی، دینی و عقیده های سیاسی میبایست داده بشه، بر پایه حفظ نه نظام، بر پایه حفظ تمامیت ارضی، هویت ملی میهنی، بر پایه داشته های ایرانی و آینده روشن، بر پایه آزادی، دموکراسی، سکولاریسم شعارها باید مطرح بشه و خواسته های جامعه ایرانی باید در خیابونها فریاد زده بشه. الله اکبر هیچ معنی درش نیست، هیچ معنی. مثل یک کتاب به فرض مذهبی میمونه، حالا هر کدوم از کتابا 150,000 نوع تعریف متفاوت میکنن. یه جا میگن الله اکبر به معنی بخشش، یه جا دارن سر یکی دیگر میبرن میگن الله اکبر، یه جا دارن یکی شکنجه میکنن میگن الله اکبر، یکی میخوان از پشت بوم پرت کنن میگن الله اکبر، جامعه رو میکشن تو خیابون میگن شعار آزادی بده میگن الله اکبر. پس چیزی که 1001 تعریف متفاوت داره نباید در بینش ایرانیان برای رسیدن به هدف قرار بگیره. شعارها در خیابانها میبایست بر پایه خواسته های مدنی، انسانی و اجتماعی باشه تا شما به هدف برسید. اون موقع است که جامعه جهانی میفته دنبالتون. ولی وقتی که میبینه شماها شعاراتون یا حسین میر حسینه، کروبی موسویه، یه کار میکنه، میگه آقا این حکومت بذار پاورجا باشه. چرا شعار داره الله اکبر داده میشه، رهبرانشون هم که ما تعیین کردیم براشون از طریق بی بی سی و صدای آمریکا، کروبی موسوی و امثال هم اصلاح طلبین، چهار تاشون هم گفتن انداختن توی زندان، دارن بهترین سرویس هم بهشون میدن، کاری هم باشون ندارن، ولی اونا تو آب نمکن. چرا؟ اگر احیانا مردم به پا خواستن از صد حکومت اسلامی گذشتن تا اومدن ستون فقرات قانون اساسی رو بشکنن و برای خودشون قانون تعیین کنن، آقا صبر کن، قراره با این نبود. ما هنو خیلی سال دیگه فاصله داریم. کروبی موسوی تازه باید از خط اینها عبور کرد. شما از همین الان از خط اینها عبور کردید، ولی باید دست بندی تر بشید، جمع تر بشید. وقتی به خیابون ها میاید شعارها باید بر پایه هویت ملی میهنی باشه، خواسته های آزادی خواهانه و زندگی بهتر جامعه ایرانی باشه. زندگی جامعه ایرانی بر مبنای دین و مذهب و یا ایدئولوژی سیاسی بهتر نخواهد شد. هر کشوری که عقاید مذهبی در اون قانون اساسیش داره بدبخترین و بیچارترین و فقیرترین کشور در جهانه. هر کشوری که از عقاید ایدئولوژی کی و یا از عقاید مذهبی در قانون اساسیش دوری نمود و قانون و چهارچوب و ستون فقرات رو بر پایه حقوق مدنی نوشت، وضعش در جهان جزو بهترین کشورهاست. چرا که انسان ها همیشه رو به پیشرفتن، همیشه به فکر آیندن. معمولش اینه که انسان همیشه به فکر زندگی بهتر برای آینده است، غیر از کسانی که حالا یک مقدار نشخوار میکنن در رابطه با گذشته. روز جمعه من فرصت آنچنانی ندارم، وبسایتم رو میخوام معرفی بکنم، باز
برای هموطنان هم در آخر هر بخش و همچنین ساعت پخش و بازپخش برنامه‌ام رو اعلام بکنم. هر روز از ساعت 8 صبح به وقت لس آنجلس که میشه 7:30 شب به وقت ایران من در خدمت شما هستم در تلویزیون ایران آریایی و بازپخش این برنامه حدوداً بعد از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که میشه 2:30 شب به وقت ایران مجدداً پخش میشه. حال بعضی موقع 10 دقیقه 15 دقیقه بالا پایینه. باید کمی تحمل داشته باشید. مسئله نیست. ما قرار نیست سال تحویل بکنیم. قرار یک مطلبی رو به گوش شما برسونیم. بارها هم گفتم هر ساعتی که دوست داشتن دوستان برنامه رو قرار بدن، اون کسانی که دوست دارن من رو نگاه بکنن مطمئناً اگه شب باشه میشینن، نصف شب باشه میشینن، صبح زودم باشه میشینن. چون مفاهیم درس گرفتنش، یاد گرفتنش بیشتر از این که من بخوام بیام اینجا 4 تا کلیپ پخش بکنم به فرض. مسئله این نیست. اگه من بخوام 4 تا کلیپ پخش بکنم باید مفاهیمش رو براتون توضیح بدم. باید بهتون نشون بدم در کجای تاریخ قرار گرفتیم، به چه صورت بوده و هست. و این مفاهیم درس‌هایی است برای بچه‌های آینده که تاریخ خودشون رو بشناسند، بر پایه مرور به روی اسناد و تاریخی که زیست شده آینده رو بسازند که دیگه اشتباهات نسل‌های پیشین رو انجام ندن. وبسایت حاضره عزیزان؟ بله. هموطنان من درون کشور، این وبسایت من هست iranbozorg.com، سر هم نوشته میشه. اون UPO سمت چپ نوشته شده به معنای United Persian Organization هست، یعنی سازمان همبستگی ایرانیان. در همین جایی که روزبه عزیز رفت این قسمت رو من میخوام شما مشاهده بکنید، به خصوص برای هموطنان هم درون کشور، روی آرکایو یا به زبان ایرانی بهش میگن آرشیو که فرانسه است. روی آرشیو اگه کلیک بکنید، یعنی ماستون رو نگه دارید، میبینید دو قسمت وجود داره، ویدئو و آدیو. برای هموطنان درون کشور آدیو رو هم حاضر کردم که بیش از 175 برنامه اونجا هست که شما میتونید اینها رو گوش بدید. احتیاجی به سرعت بالای آنچنانی هم نداره. شما حتی اینترنت کم سرعت هم داشته باشید میتونید درون ایران این مفاهیم رو قشنگ گوشش بدید و باش آشنایی پیدا بکنید. روی دیسپلی اگه پلی بکنید، یعنی کلیک بکنید، تمام برنامه رو بزنید آل، تمام برنامه‌های قسمت آدیو رو شما میتونید نگاه بکنید، گوش بدید. در ایران این فقط برای قسمت در ایران هست. رو همون آرشیو یا آرکایو اگه برید میتونید حتی حدود 60-70 برنامه رو که با کوالیتی بسیار خوب هست به صورت فیلم هست رو نگاه بکنید. در این قسمتی که الان دارید نگاه میکنید ماوس کشته میشه روی قسمت فیسبوک من هست، سعید شمیرانی فنز هست، و همچنین قسمت برنامه‌های من در آرکایو و همچنین قسمت برنامه‌ها در روی یوتیوب، فایل‌هایی که روی یوتیوب قرار دادم که شما میتونید ساعت‌ها اگر وقت داشته باشید بشینید با این مفاهیم آشنا بشید و اونها رو دست به دست به دوستانتون بدید. در قسمت بالا سمت راست کانتکت هست. در قسمت کانتکت اگر کلیک بفرمایید شما هم میتونید آدرس ما رو داشته باشید، میتونید شماره تلفن ما رو داشته باشید. از دو قسمت ایمیل من استفاده کردم. یکی saidshemirani@yahoo.com هست که شما میتونید در اون قسمت نگاه بکنید، ها زیر همون بالای همون شماره، بله saidshemirani@yahoo.com این ایمیل من هست. و در همین قسمتی که پایینم شما میبینید، پایینترم میبینید، میتونید نوشته‌های خودتون رو بنویسید و برای من ایمیل بکنید. احتیاج به رجستر کردن نام خودتون در این وبسایت ندارید. فقط میتونید با یک کلیک با ایمیل من تماس بگیرید. آدرس ما اونجا هست، شماره تلفنمون هم هست. اگر احیانا من نرسیدم به بعضی از ایمیل‌ها جواب بدم، باور داشته باشید که روزانه صدها ایمیل برام میاد و من گرفتار غم و اندوه از دست رفتن مملکتم هستم. دارم سعی میکنم که به نحو احسن بتونم در خدمت شما قرار بگیرم. امیدوارم که تمام این آگاهی‌ها به درون، انتقالش به درون مفید باشه. ازتون درخواست میکنم، به خصوص هموطنانی که و فقط هموطنانی که در خارج از کشور، در اروپا، آمریکا، کانادا و سایر کشورهای جهان دارن ما رو نگاه میکنن، یاری برسونن که من بتونم در اینجا وظیفه خودم رو به عنوان یک ایرانی در این بره از زمان که میریم تاریخ ساز بشیم برای شما آگاهی ها رو یک به یک توضیح بدم و بعد شما رو واگذار بکنم به تاریخ، وجدان و آینده کشور، که فقط کشور متعلق به شما نیست، بلکه بارها گفتم بازم تکرار میکنم، ما مستأجرین کشور ایران هستیم. از نسلی به نسل دیگر باید انتقال داده بشه به نحو احسن، پسنداز بشه، حفظ بشه برای نسل‌های بعدی، که آقا کشور ویرانه‌ای رو براشون بر جا نذاشی، همش به فکر شکم خودت بودی. آینده نگری رو که در منزلت داری برای فرزندانت باید برای فرزندان کشورت هم داشته باشی. فرزندان فرزندانت در این مملکت میباید حق حیات داشته باشن تا بتونن
از نعمتهایی که پدران و مادرانشون با کشته شدن در جنگهای متفاوت برای حفظ آب و خاک برای شما بر جای گذاشتن استفاده بکنن. از همه شما بسیار سپاسگزارم، از مدیریت جناب آقای وطنخواه بسیار سپاسگزارم. این راه رو باز گذاشته ولی دست تنهاش نگذارید، یاری برسونید، حمایت بکنید، اسپانسر برنامه‌های متفاوت بشید. اگه دوست دارید اسپانسر همین برنامه‌ها بشید هیچ مسئله‌ای نیست، من بسیارم خوشحال میشم. نامتون رو اون زیر بگذارید، بیزینستون رو اون زیر بگذارید، یاری برسونید تا ما بتونیم از این طریق و گسترش فعالیت‌ها به سمت ایران پخش بشیم در وسعت بسیار بسیار زیادتری. من وظیفه‌ام رو تا اونجا که تونستم انجام دادم و مجدداً انجام خواهم داد، اما تنها نگذارید ما رو، جدی بگیرید کار رو. مسئله بر سر شعار نیست، من نیومدم اینجا شعار بدم و نیومدیم اینجا وقت پر بکنیم، تا ابدم اینجا نخواهیم بود. در این رسانه قرار گرفتم به خاطر اینکه هدف داره، هدفش رسیدن به آزادی، دموکراسی، سکولاریسم در یک رفراندوم. به شما بدرود میگم، از روزبه عزیز بسیار سپاسگزارم، از همه دوستان که در این رسانه سعی و کوشش و تلاش میکنن که این رسانه بر جای بمونه بسیار سپاسگزارم، و شما مردم در سر تا سر جهان که چه به من چه به سایر یاران یاری میرسونید که ما برقرار بمونیم. سپاسگزارم، به شما بدرود میگم، تا فردایی بهتر. شادزیم.